سلام دوستان، سهن هستم. به چنل یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. با توجه به اینکه استقبال خیلی خوبی در مورد ویدیویی که من ساخته بودم در مورد ساخت و تنظیم یک موسیقی فیلم شده بود، تصمیم گرفتم که دوباره یکی دیگه از موسیقی های یک سکانس دیگه از همون فیلم فروزن تاون یا فیلم در واقع شهر یخزده رو براتون آماده کنم و با هم دیگه بررسیش کنیم، ببینیم که چه جوری بوده و داستانش رو براتون تعریف کنم تا یه مقدار واسه جذاب‌تر بشه و کلا ببینیم که عملاً یه آنالیزی داشته باشیم روش دیگه، ببینیم که کلا چیکار می‌کنیم، چطور می‌تونیم موسیقی فیلم بسازیم و هر چیز شبیه همین. قبل از اینکه وارد پروژه بشیم، دوست دارم که باز مثل همون ویدیو قبلی براتون داستانش رو بگم که یک ذهنیت بهتری براتون ایجاد بشه و بتونید ارتباط بهتری باهاش بگیریم. خب داستان ما به این صورته که توی این سکانس شخصیت اول داستان میره یک بخشی از شهرشون، یه جایی که عملاً یک حالت صخره‌مانند یا تپه‌مانند داشته و عملاً دو تا صخره به این شکل در واقع روبروی همدیگه قرار داشتن که یک پل چوبی اینا رو به همدیگه وصل می‌کرده و این پل یه پل خیلی قدیمی بوده و عملاً با طناب بسته شده بود و طناب‌های تقریباً یخ‌زده و پوسیده و اینها، و این فرد اون طرف این دره که در واقع روش وایساده بوده اون ورش یک غاری رو می‌بینه که سردر این غار یک مشعلی در واقع اونجا روشنه و هست و احساس می‌کنه که شاید توی این غار یک سری آدم‌هایی باشن و بتونه یه سری حالا افرادی رو پیدا بکنه، باهاشون ارتباط بگیره، ببینه که مثلا چه اتفاقی افتاده، چی شده و هر چیز شبیه به همین، و شروع می‌کنه از این پل رد میشه، میره اونور و میرسه به سردر غار و اون مشعل رو برمی‌داره و آروم آروم شروع می‌کنه به داخل رفتن و زمانی که میرسه به خود در و می‌خواد بره داخل، یک سری نجواها و صداهایی می‌شنوه که در واقع این صدا همون صداهایی هستش که گفته بودم بهتون که عملاً سری موجوداتی هستن که در واقع اونجا اومدن توی اون شهر و عملاً شبیه حالا یا زامبی یا موجودات مثلا ترسناک دیگه عملاً. و این فرد میره داخل غار و میره دنبال این ویسپرها یا این نجواها و صداهایی که عملاً از داخل غار میاد و توی همون فضای تاریک همون صدا رو دنبال میکنه و در نهایت اونجا عملاً سکانسی هستش که تازه توی فیلم یک شو یا یک نمایشی یک پیشنمایشی از اون موجوداتی هستش که ما راجعش صحبت میکنیم، چون تا قبل از اون هنوز توی فیلم مثلا معرفی نشده بودن انگار. اون سکانس عملاً سکانسی هست، سکانس معرفی این در واقع موجودات هستش و وقتی که اون فرد اونا رو میبینه شوکه میشه و میترسه و عملاً به صورت خیلی هیجانی و با ترس و شور خیلی زیاد میگرده دنبال مسیری که اومده که نمیدونه چجوری اومده، به خاطر اینکه فقط صداها رو دنبال کرده بوده و اون موجودات هم اولاً میان دنبالش رو به تعداد خیلی زیاد، مثلا چه میدونم 100 تا حالا هر چیزی، و در نهایت این فرد خیلی شانسی مسیر خروج رو پیدا میکنه و میدوه به سمت اون پل. زمانی که رو پل هستش تمام موجودات هم عملاً دارن میان دنبالش و یه جوری این پل شروع میکنه به اینکه دیگه نمیتونه طاقت بیاره صرفاً، یعنی شروع میکنه پاره شدن و این طنابش پاره میشه و صرفاً تمام این استرس هایی که توی این مسیر هستش رو سعی کردن که با موزیک نشون بدیم و در نهایت این پل پاره میشه، این فرد هم میپره و اون صخره رو میگیره و بقیه اون موجودات هم میمیرن، یعنی میافتن پایین تو دره. این موزیک با موزیک قبلی یه تفاوتی که داره این هستش که کمتر دیگه به اون اتمسفره پرداخته شده، یعنی محیط رو خیلی با صداهایی که مثلا توی اون کار حالا ما صدای جغ داشتیم، صدای جنگل داشتیم، صدای بارون داشتیم، رعد و برق داشتیم، خیلی بیشتر محیط رو توصیف کرده بودیم یا شرایط رو. اینه که بیشتر موزیکالیه، یعنی بیشتر بحث موزیکش بولده و یک موزیک ارکسترال اینجوری حالت در واقع کلاسیک داره که حالا ببینیم خب چطوره و بریم با هم دیگه بررسی بکنیم، امیدوارم که خوشتون بیاد. خب حالا که یه توضیح کلی راجع به این داستان دادم بهتون، الان وقتشه که با هم دیگه بیایم بررسی بکنیم و من صرفا فقط یه توضیحات خیلی کوچیک میدم، شما اون داستانی که براتون تعریف کردم سعی کنید تو ذهنتون داشته باشید که بهتر بتونید باهاش ارتباط بگیرید. خب اول از همه که گفتم ما صداهای نجواها یا ویسپرهایی که این فرد میشنوه و به سمتش میره رو داریم. نجوا کم کم بیشتر و بیشتر میشه. در واقع جایی هستش که اون فرد داره دنبال صداها میره.
خب حالا که این قسمت تموم میشه، بخش دوم ما میشه بخشی که صرفا این فرد مواجه میشه با اون موجودات و اون یک در واقع شکل ترسناکی از اونها رو میبینه، مثلا چه میدونم چشم قرمز یا هر چیزی، یک اتفاقی، و از اینجاست که موزیک شروع میشه. و به دنبال راه فرارش هست. از پارت 3 یه خورده سازهای دیگه وارد کار میشن، مثل مثلا فرنچ هورن، در واقع ساز شیپوری که توی ارکستر استفاده میشه، و یک سری سازهای دیگه، و یه مقداری ویولون ها ملودیک تر میزنن صرفا تو همون اتفاقات، یعنی همون فرار از غار. خب حالا میرسیم پارت در واقع یکی مونده به آخر، که اینجا جاییه که تازه نور مربوط به خروجی رو میبینه، یعنی اون مسیر خروجی رو پیدا میکنه از غار و میره به سمت پل، به پل میرسه، و حالا روی پل و اون تکونهایی که بهتون گفتم روی پل و پل در حال پاره شدن بود، همه اینها رو تصور کنید کنار هم دیگه. از اینجا تکونهای شدید پله. و انتهاش هم همون جایی بود که بهتون گفتم طرف میپره و صحنه اسلو موشن میشه و عملا اون صخره رو میگیره و اون پلم پاره میشه و موجودات میافتن پایین و میتونه نجات پیدا بکنه. در واقع این موزیک بخش قبل از موزیک قبلیه که توی ویدیو قبلی براتون گذاشته بودم، که عملا اونجا همه چیز انقدر شلوغه توی این کار و این طرف از این اتفاق نجات پیدا میکنه، که تو اول اون ویدیو گفته بودم که از این اتفاق نجات پیدا کرده و حالا یه جای کمپ زد و این اتفاقا. خب حالا بریم تک تک لانها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که کلن چه چیزهایی توی این کار گذاشته شده و صداها. خب ما یه سری ویسپر و پد داریم با هم دیگه که من سر اینا رو براتون میذارم گوش بدید. ویسپر شماره 2 که اینا بیشتر البته بیشتر پد هستن. شماره 3 دو تا پد دیگه داریم که عملاً با هم در واقع یکیشون راست یکیشون چپ حالت 3D داره. یک افکتی هستش که اینجا داریم، یک کرش در واقع ارکستر که اینجاست با این داستان شروع میشد دیگه. سکشن ارکستر رو داریم اینجا که دوتا گذاشتیم که عملا یه خورده پررنگ تر باشه. اوکی فرنچ هورن رو داریم اینجا که شیپور خود ارکستر میشه، بشنویم. یه کور حالت اپیک داریم عملا اینجا. و سکشن های ارکستر رو داریم که عملا به صورت ترملو میزنن. حتی ثریل و ترملو فکر میکنم دوتا با هم دیگه باید باشه. بعد در آخرین داستانم که یک کیک ارکست داریم uh,
و در انتها هم یک حالت در واقع FX کیک دارین که جو ساب کیک عملا. همین، اینها کلیت داستان این ترک بوده و حالا لایه‌هاش هم که بهتون نشون دادم. و باز هم اگه دقت بکنین کلا با 18 تا دونه لاین یک موزیک ساخته شده. میگم واقعا نیازی نیستش که شما مثلا چه میدونم 1000 تا 100 تا 200 تا لاین داشته باشین، میشه با چیزای کمتر هم صرفا اون فضا رو ایجاد کرد، اون ذهنیت رو برای مخاطب ایجاد کرد و کاری کرد که مخاطب بتونه اون داستان رو درک کنه، میدونید، یعنی پیچیده نباشه، خیلی خیلی راحت‌تر براش قابل لمس باشه هر چیزی. و من این نکته هم بگم که من بعد از اینکه این سری در واقع ویدیوهای مربوط به فیلم و موسیقی فیلم تموم بشه، حتما یه ویدیو میسازم راجع به اینکه توش بهترین VST های مربوط به ساخت در واقع موسیقی فیلم رو بهتون معرفی بکنم و اونجا بهتون بگم که اونایی که علاقه من هستن بتونن استفاده بکنن و موسیقی خودشون رو بسازن. دمتون گرم، مرسی که با من همراه بودین. امیدوارم که دوست داشته باشین این ویدیو رو. اگرم خواستید که در واقع موزیکشو گوش بدین، میتونین از طریق این لینکی که این بالا هست بشنوید این کار رو و ببینید در واقع ویدیوش رو. و همین دیگه، مرسی، خیلی هم ممنون از شما که با من همراه بودین. اگه ویدیو دوستش حتما لایکش بکنید و چنل رو سابسکرایب بکنید. اگر سوالی داشتین یا باز هم علاقه من به در واقع دیدن و آنالیز مربوط به موسیقی فیلم بودین، حتما باز واسم کامنت بذارید. دمتون گرم، امیدوارم که همیشه موفق باشید.